سمیرا قرایی همکارم از کنگره آمریکا، دست کم از نزدیکی کنگره آمریکا به ما پیوسته. رقابت تنگاتنگی بود سمیرا. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان رو هم اونطور که به نظر میاد به دست خواهند گرفت، اما شاید اون نتیجه قاطعانه، پیروزی قاطعانه ای که جمهوری خواهان به دنبالش بودند به دست نیامد. دقیقا همینطوره. جمهوری خواهان حتما اکثریت غالب در مجلس نمایندگان رو به دست خواهند آورد. تا الان 209 کرسی رو به دست آوردن، 218 کرسی رو لازم دارند، 9 کرسی باقی مانده و حتما این 9 کرسی رو از آن خودشون خواهند کرد. و با این همه اون چیزی که تصور میشد، حالا از طریق خوندن اون چی که تحلیلگرای بیطرف نوشته بودن، نگاه کردن به نظرسنجی ها یا صحبت هایی که مدیران کارزارهای مختلف انتخاباتی از هر دو حزب کرده بودند، خب انتظار می رفت که این تعداد کرسی که حالا چه در مجلس نمایندگان و حتی در مجلس سنا به دست جمهوری خواهان بیفته بسیار زیاد باشه، اما این اتفاق نیفتاد. در نتیجه اون موج سرخ که حتی در برخی افراد ازش با نام سونامی سرخ، سونامی قرمز هم یاد کرده بودن، اون اتفاق نیفتاده. مجلس نمایندگان رو باید متعلق به جمهوری خواهان بدونیم. با این همه مجلس سنا همچنان تکلیفش روشن نیست. 9 کرسی رقابتی وجود داشت، 3 کرسی به جمهوری خواهان رسید، 3 کرسی به دموکرات ها رسید، 3 کرسی باقی مانده که تمامی نگاه ها معطوف به این 3 کرسی است که آینده و ترکیب آتی مجلس سنا رو رقم بزنند. متعلق به نوادا، آریزونا و جورجیا هست این 3 کرسی. البته آمار و ارقامی که من از مجلس سنا دارم تا حدودی با تو متفاوت است فرداد. اون چیزی که من دیدم 49 کرسی تا الان به دست جمهوری خواهان افتاده، 48 کرسی به دست دموکرات ها. این 3 کرسی باقی مانده تعیین خواهد کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد برای ترکیب آتی سنا، اگر که جمهوری خواهان بخوان اکثریت رو به دست بیارن. با توجه به اینکه معاون رئیس جمهور دموکرات هست، نیاز به این دارند که 2 کرسی رو به دست بیارن تا به عدد جادویی 51 برسند. دموکرات ها هم برای اینکه به عدد 50 برسن نیاز به 2 کرسی دارند. آریزونا و نوادا به نظر میرسه که تا ابتدای هفته آتی تکلیفش روشن بشه. در حال حاضر در آریزونا 73 درصد آرا شماره شده، در نوادا 80 درصد آرا شماره شده. در نوادا آقای لکسالت از حزب جمهوری خواه پیشتاز هست، با 2 درصد اختلاف از رقیب دموکرات خودش پیشتاز هست. در آریزونا اما مارک کلی نامزد حزب دموکرات هست که پیشتاز هست و جلو افتاده از آقای بلیک ماسترز که حمایت آقای ترامپ رو هم داره. ولی با این همه چون تعداد آرای باقی مانده هنوز بسیار زیاده، با عنوان مثال در آریزونا 400,000 رای باقی مانده از یک کمچه بسیار بزرگ، کمچه کلارک، که هنوز شمارده نشده. درنش هنوز نمیشه که فکر کرد که چه کسی حتی ممکنه که برنده بشه. چیزی که میشه شاید در تو با آریزونا حد زد اینه که چون بیشتر آرا پستی هست، در نوادا هم به همین ترتیب. حالا مشخصا نوادا اون چیزی که از 2020 به یاد داریم که وقتی آرای پستی شروع کردن به شمارشش، خب به نفع دموکرات‌ها تمام شد. 46 درصد از دموکرات ها اون زمان در 2020 آرایشون رو به شکل پستی داده بودند و 26 درصد فقط جمهوری خواهان. با توجه به اینکه آرای باقی مانده پستی است، شاید بشه به این فکر کرد که نوادا رو باید آبی دونست، اما اینا همه گمانه‌زنی هست و اون چیزی که ما در این یک دو روز دیدیم اینه که واقعا نمیشه دیگه خیلی به گمانه‌زنی ها اتکا کرد، چون که واقعا ممکنه سرنوشت دیگری رقم بخوره. اما این یک دو روز در مجموع فرداد برای آقای بایدن یک دو روز خوبی شاید بشه گفت که بود. هم در رابطه با انتخابات میان دوره آقای بایدن اعلام کرد که روز خوبی بوده برای دموکراسی، از اینکه موج قرمز به ثمر نرسیده ابراز خوشحالی کرده. همین که امروز گزارش تورم که منتشر شد، تورم در آمریکا کاهش پیدا کرده، بجز انرژی و کالاهای مصرفی غذایی، یعنی مواد غذایی، کاهش نرخ تورم رو داریم که این خبر خوبی است برای دولت بایدن. و از اون طرف هم از آوریل 2020 تا به امروز مشاهده نشده بود که بازار بورس آمریکا نسدق بتونه چنین پیشرفتی رو نشون بده. امروز نسدق افزایش، در واقع بالا رفتن بهای سهام رو مشاهدش بودیم. میشه گفت که حداقل این یک دو روز برای آقای بایدن روزهای خوبی بوده. فرداد سمیرا چون اشاره کرده به این تفاوت کرسی ها 48-49 تا، خودت بهتر از من میدونی برآورده دیگه، بعضی ایالت هنوز دارن شمارش میکنن،
ما بر اساس اسوسییتد پرس می‌بینیم، اما درست میگی جای دیگری هستش که چرا 9 کرسی. به گمانم این آلاسکا هستش که میدونیم احتمال 99% به دست جمهوری خواهان میرسه، ولی بعضی از نظرسنجی ها که نه برابرتا هنوز قاطعانه اعلام نکردن. بگذاریم از این. 5 روز مونده به روزی که آقای ترامپ وعده داده که میخواد یک بیانیه مهم بده. خیلی ها گمانه زنی میکنند که احتمالا میخواد اعلام بکنه که میخواد برای انتخابات ریاست جمهوری 2 سال بعد خودش رو نامزد بکنه، ولی به شدت تحت تاثیر این انتخابات میان دوره‌ای قرار گرفته. نگاه جمهوری خواهان به اینکه آیا آقای ترامپ میتونه همچنان نقش کلیدی بازی بکنه یا نه؟ سوال بود البته سمیرم. عذر میخوام، من متوجه نشدم که سوال بود. ببین، اگر که روزنامه نیویورک پست رو نگاه بکنیم، رسانه ایست که خب میشه گفت به ترامپ نزدیک هست، کاریکاتوری از آقای ترامپ منتشر کرده. اون هم این رسانه نیویورک پست هم راجع به این صحبت کرده که اتفاقاتی که افتاد در انتخابات میان دوره‌ای برای ترامپ یک شکست بود. بسیاری از اون نامزدهایی که آقای ترامپ کپیتال یا سرمایه سیاسیش رو روی اونها گذاشته بود برای پیروز شدن، نتونستن پیروز بشن. مهمترینش آقای دکتر اوز یا همون محمد اوز که در پنسیلوانیا شکست خورد از آقای فترمن بود، که شاید اون رو بشه یکی از مهمترین شکست‌های نامزدهای معرفی کرد که آقای ترامپ داشت ازشون حمایت می‌کرد، یا هرشل واکر که البته رسیدنش به جایی که قرار داشت به عنوان نامزد اصلی حزب جمهوری‌خواه بدون حمایت آقای ترامپ ممکن نبود، اما در برابر آقای وارناک متوقف شد. هرچند نتیجه انتخابات هنوز معلوم نیست، باید بریم به دور دوم، ولی اگر که شبکه‌های اجتماعی توییتر انگلیسی زبان آمریکایی‌ها رو نگاه بکنیم، اگر رسانه‌ها رو نگاه بکنیم، راجع به این صحبت می‌کنند که احتمالاً داستان ترامپ برای 2024 تمام شده، چرا که هم نگاهی به نامزدهای آقای ترامپ این مسئله رو به ما نشون میده. از اون طرف یک اتفاق مهمی که رخ داده ظهور فردی به اسم آقای دسانتیس که الان فرماندار فلوریدا شده. آقای ترامپ هم به آقای دسانتیس رأی داد در همین انتخابات و او رو الان جمهوری خواهان شاید به عنوان یک گزینه مناسب تری میدونند که هم نمایندگی میکنه ارزش های حزب جمهوری خواه رو، همون درد سرهایی که ترامپ داره رو برای این حزب نخواهد داشت، با توجه به اینکه بسیاری از افرادی که اینجا رأی اولی بودند، نسلی که بهشون نسل ژن زی گفته میشه، این افراد بر اساس اون چیزی که در نظرسنجی ها اعلام شد و در نظر آمارهایی که بعد از انتخابات اومد، اونها اغلب 2/3 به دموکرات ها رأی دادن به خاطر مسائلی که مربوط میشه به حق و حقوق پایان خودخواسته بارداری، حق و حقوق حمل سلاح یا عدم حمل سلاح، یا حقوق مربوط به رای دهی که میدونیم در دست بررسی است. اینها باعث میشه که شاید به این فکر کنیم که شاید در 2024 جمهوری خواهان بخوان از آقای دسانتیس حمایت بکنند و ترامپ با توجه به سرمایه سیاسی که خرج کرد در انتخابات میان دوره‌ای و نتیجه مطلوب رو نگرفت، شاید شانسی نداشته باشه. ممنونم از تو سمیرا قرائی، همکارم از روبروی کنگره آمریکا.